چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه چه بینی دلت همان خواهد وانچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بش کافی، آفتابیش در میان بینی بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه دنبال آفتاب بعد از یکی دو هفته مرخصی در خدمت, شون در خدمت شما هستیم امروز با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا عرض کنم حضورتون که انقدر این اتفاقات وحشتناک در مورد کشور عزیزمان ایران میرسه که به نظرم با این که خود دولتی های داخل ایران میگن روزی چند هزار ساعت رادیو تلویزیون های جهان و ماهواره های جهان پخش میکنن این اطلاعات رو و البته یک بودجه سرساماوری از غذا و نان ایرانیا رو هم که حذف کردن اختصاص میدن برای این مقابله با خبرها که بلکه خبرها به دست یا به سمع و نظر ایرانی ها نرسد این خودش یک جنگ رسانه ای است که وجود داره و متاسفانه برای این جنگ رسانه ای هم خوراک وجود داره یعنی هر آن اتفاقاتی در کشور ما میفته که برای رسانه ها خبرساز هست و خبرهای به اصطلاح درجه یک محسوب میشه حالا گرچه آثارش رنج و گرفتاری و بدبختی و مهنت برای مردم عزیزمان در ایران داره ولی خب حداقل نظام یک نظامی است که با مرگو میر و کشت و کشتار و قهطی و اینجور چیزها خو داره و اصلا تو این فکرها نیستن که بایستی تغییراتی داده بشه یا اصلا جان انسان چقدر ارزش داره خب این چیزها یک مسائل ایدئولوژی مخصوص همین نظام هست که من امروز واردش نمیشم اما اتفاقی که اتفاق ناگواری که افتاده در همین یکی دو روز در شهر آبادان و یک ساختمان استلاع عظیم متروپول فرو ریخته و ارزم حضورتون که تا الان یازده نفر کشته و ده ها نفر هنوز زیر آوار هستند و اون چه که در فیلم ها میبینید در خبرهایی که میبینید خب همه مردم عادی هستند همون مردم فقیری که در خیابان ها بودند و برای نان و آزوقه روز و معیشتشون می میجنگیدند یا اعتراض می کردن الان مش، مشغول پاکسازی و بیرون آوردن این افرادی هستند که زیر آوار موندن حالا چه زنده که امیدوارم بسیاریشون زنده باشن و تلفات ما کم باشه ولی در هر صورت اونها هستند. در تمام فیلم ها خبری از آتش نشان ها و بلدزر ها و بیل الکتریکی و اینجور چیزها نیست اما خبرها از این است که جمهوری اسلامی تعداد زیادی نیروهای سرکوبگر به اونجا فرستاده که دم بر نیاورند و این مسائل چون پای ظاهرا یکی از افراد وابسته به تشکیلات مافیایی اونجا یا حالا راندخاری اونجا یا از این چیز هاست سر و تایشو هم بیارن ولی تا اونجایی که خبر میرسد این است که کسی که به صلاح صاحب این تشکیلات هست آقای حسین عبدالباقی کسی است که جایزه هم گرفته برای بهترین ساز و کار در اونجا و تا اونجایی که ما اطلاع داریم ایشون از وابستگان به تشکیلات ایران هستند حالا یا به شهرداری ها یا به سپاه یا به هر جای دیگه و از طریق راندخاری این بیلدینگی که برای شش طبقه از, طریق از, از, از نظر شهرداری به اصطلاح اجازه داده بودند یازده طبقه یعنی پنج طبقه هم برده بالا ضمن اینکه زیر ساختهاش برابر استانداردهای معمول نبوده و قبلا هم سازمان نظام مهندسی در آبادان هشدار داده و این مسئله رو پیش بینی کرده حتی فیلم برداشتن سخنرانیاشون رو ضبط کردن به شهرداری فرستادن ولی مثل که ظاهرا جان انسان ها در مقابل قدرت مافیایی این افراد تأثیری نداره و نهایتا باعث شده که این فاجعه وحشتناک اتفاق بیفته این که این آقا کجا رفته و چی شده خب اول که آبادان اعلام کرد که صاحب ساختمان و مهندس این ساختمان دستگیر شدن ولی بعد ظاهرا گفتن نه ایشون دستگیر نشدن و در حقیقت فرار کردن رفتن و یک نظر دیگه دادن گفتن که نه اصلا آقای حسین عبدالباقی در همین آوار کشته شدن و ظاهرا مردم آبادان این رو نمیپذیرند و قبول ندارن حتی با خود گفتگوهای مقامات رسمی نظام اسلامی هم متضاد هست چون اونا گفتن اینها دستگیر شدن و بعد حالا میگن ایشون کشته شده و بعضی هم میگن نه ایشون رو فراری دادن و ظاهرا تا اونجایی که من از اخبارهای گوناگون تا این ساعت نگاه کردم این بوده که ایشون یه جسدی رو به بردن در پزشکی قانونی که پزشک یک جسدی مثلا متلاشی شده ای بوده و گفتن آقا اینو گواهی بکنید که ایشون آقای حسین عبدالباقی است که پزشک اون مجموعه هم نپذیرفته و تأییدیه مرگ به این اسم داده نشده البته تمام این اتفاقات میگن بعد از اون است که آقای محسن رضایی فرمانده سابق سپاه و از به اصطلاح مقامات برجسته سپاه فعلی وارد آبادان شده از بعد از اینکه اینشون آمده که ظاهرا ارتباطاتی هم با آقای حسین عبدالباقی داشته اصلا وضعیت عوض شده اخبارها عوض شده و گفتن ایشون یه دفعه دستگیر شده یه دفعه کشته شده یه دفعه فرار کرده و این وضعیت یک نظام به اصطلاح شکل گرفته خودشون میگن قانونی در یک مملکتی با سابقه بسیار بسیار طولانی است که خبرها به شدت زد و نقیز هست و معلوم نیست که آخرش هم به کجا برسد اما اونچه که مسلم است این است که این ساختمان در زمانی که ساخته می شده به دلیل سست بودن زمین این جایگاه این ساختمان و همچنین به اصطلاح سازکاری که به کار برده شده توان این رو نداشته و سازمان مهندسی آبادان یا نظام مهندسی آبادان هم قبلا به شهرداری هشدار داده و پرونده ای برای این ساخته شده و بر پرونده به اصطلاح حتی فرجام خواهی شده و بالاخره به نفع این آقای حسین عبدالباقی رأی داده شده البته ایشون یکی از کسان وابسته به نظام هست گویا در ساختن کلنتری یا پاسگاهی هم در اونجا مشغول بوده که اون رو هدیه کرده به نیروی انتظامی و خلاصه یک از تمام این چیزا برمیاد که جان انسانها در دست مافیاست علتش هم شما خیلی واضح میتونید به نتیجه برسید کسانی مثل ایشون مسلما بدانید که اگر مهندس هم هست از طریق سهمیه نظام هستن اینها معدل بسیار پایینی دارن و نمیخوام وارد این بحث بشم شاید یک روزی راجع به اینکه پزشکانی که سهمیه ای قبول میشن یا مهندسی مهندسانی که سهمیه ای میان معدل های بسیار پایینی که در هیچ کالج و هیچ جایی برای اینها جا نیست اما متاسفانه به دلیل راندخاری وارد دانشگاه ها میشن و بعدم حتی در امتحان دادن و گذراندن این دوره هم یا نیستن یا هستن یا از پایگاه های مربوطه نامه میارن یا از دست مقامات که آقا اینا رو باید قبول بشن باید برن جلو و این برنامه ها و نهایتا گواینامه می گیرن که این گواینامه ها در حقیقت به لعنت خدا هم نمی و حاصلش فجایه است که برای این مسائل پیش میاد و جان انسان ها اون هم انسان های فقیر و البته حالا مسئله جان انسان ها فرق نمی کنه فقیر یا غنی ولی یک فاجعه است که مردم بایستی در شهری که قبلا به عنوان یکی از زیباترین شهرهای کشور مطرح بود یادم به اون زمانها زمان گذشته رژیم گذشته اصلا آبادان یک شهر قشنگی بود مردم میرفتن اونجا بازدید میکردن نخلستان زیبا هتل آبادان به اصطلاح همه چیز همه برنامه های تفریحی مفصل آبادان داشت شرکت نفت آبادان برنامه های مختلفی داشت فارتحصیلان تحصیلان خوبی داشت در شرکت نفت و سیستم خیلی خوب و هر کی میرفت فکر میکرد وارد یک کشور خارجی شده حالا میرید اونجا میبینید که اولا که از نظر این ریزگرد ها که الان همین امروز تعطیل هست همونجا در یازده استان یا به قولی شانزده استان گرفتار ریزگرد هایی هستن که به دلیل عدم مدیریت در مورد اون طالاب هایی که در جنوب کشور هست یازده کشور زیر گرد و خاک هستند حتی تهران هم تعطیل شده و هیچ مقام مسئولی نیست در این مملکت که توضیح بده که این ریزگردها یا این آبی که این خوزستانی ها باز میکنن و از توش گل و لای و اینها میاد و اینها چجور زندگی میکنن و کی باید پاسخگو باشه و تا به کی باید انتظار کشید اونچه که به نظر میرسه مملکت رها شده و در اختیار یه عده وابستگان نظام که هم سرکوبگرن هم اختلاسگرن هم راندخارن هم مافیا رو تشکیل میدن و همین حلقه نظام رو برای سرکوب و برای اینکه استبدادی وحشتناک ادامه بدن و نگه دارند رهبران نظام رو داره میچرخه حالا تا به کی ما نمیدونیم چه موقع این مردم ستم دیده ای ایران آزاد میشن و تکلیفشون رو با دولت دولتی که میدانید اینا من در یک سخنرانی در گذشته عرض کردم دولتی که سرکار آمده دولتی است که در حقیقت انتصابی است میدونید تعداد در تهران که حدود 17 درصد رای دادن حدود 81 درصد رای ندادن و در حقیقت در جاهای کوچک هم چون میدونید در جاهای کوچک در حقیقت همه زیر ذره هستن که کی میاد رای میده کی نمیده همه چیز هم این دولت همه بودجه مملکت رو صرف همین کارها میکنه و این چیزی که مورد نظر رهبری است چون از قدیم هم بوده که آقا سرسیداش داشت در نیارید کش نیارید تو روزنامه ها ننویسید به روزنامه ها کشیده به اصطلاح این سلفون ها رو رجیستر کنید حتی کسانی که از خارج از کشور حتی از همین کانادا که رفته بودن در ایران سلفون ها رو هم باید رجیستر بکنن اگر بیشتر از چهار هفته میخوان بمانند در کشور در منظور همه چیز همه چیز زیر سایه امنیتی است که بتوانند این سیستم ناتوان رو بالاخره با پول و با ثروت باد آورده از قحطی این مردم بیچاره رو به اصطلاح کشور رو و همین کشور گرداندن که چه ارز کنم ولی به همیشه باشه تا اینقدر فوسیده بشه و نهایتا هر کسی به گوشه فرار بکنه و بعد برن و این در حقیقت قبرستان رو برای مردم جا بذارن بنابراین صحبت این مسئله می شود مصنوی هفتاد من کاغذ شود که میدانم شما همگی در از طریق یوتیوب و به فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام یا سایر منابع اطلاعاتی، اخباری اطلاعات رو بیشتر از این امروز دارید ولی این خلاصه ای آنچه که گذشته بود و میشود خیلی صحبت کرد که دانشگاه های ما چگونه به اینها مدرک میدن شهرداری آبادان چگونه به این آقا پروانه ساخت داده مهندسینش کی بودن تمام این چیزهایی که مطرح هست آدم میشه صحبت کرد و یک مقایسه ساده این است اینکه اگر شما اون طرف تر، اون طرف آبادان یعنی کشور، کشورهای منطقه خلیج فارس مثل دوبی و امارات و قطر اینا یک های بزرگ در اون روی اون زمین ها ساخته شده و, و بسیار زیبا هیچ وقت خبری از انهدام یا فروزش فروریزش این نوع ساختمان ها به اون عظمت نشده و ما در جای شش طبقه که حالا خودشون به تقلب به یازده طبقه رسونده بودنش یه دفعه فرو میریزه و جان انسان ها یک ریال ارزش نداره تازه نه اینشورنسی نه هیچی و بعد هم که میخوان اینها رو از زیر آوار در بیارن باید مردم با دست و پای خودشون این آهنهای سنگین رو بکشن و هنوز اون تجهیزات لازم فرستاده نشده گرچه نیروی نظامی سرکوبگر فرستاده شده بنابراین اینها مسائل بسیار دردآوری است من همیشه واقعا ناراحت میشم که همه این مسائل در این چهل سال ذکر مصیبت هست به قول آقای شجریان گفت من حتی یک دقیقه در این چهل سال راحت زندگی نکردم و آسود خاطر نبودم و رنج نبوده که من رنج نکشم حالا دیگران هم اگر ببینید همینطور خواهند بود و بالاخره این مملکت هست و این مردم ای که دارن زندگی میکنن حالا تاکی یا تاچه ها بر سر خاکستر پروانه رود اما مسئله دیگری که باید ارز کنم خدمت شما در این هفته مسئله روز بود مسئله اقتصادی است که حدود یازده یا پونزده کشور رو دچار تظاهرات کرد مردم فقیر و توحیده است حالا در هر طبقه ای در طبقه سه یا طبقه دو طبقه متوسط الان انقدر جمعیت محتاج زیاد هستن که از طبقه بندی هم خارج شده یعنی شاید یک اقلیت از نظر آماری ناچیز ولی از نظر قدرت پرچیز تمام امکانات مملکت رو بلعیدن و در فروشگاه های تهران که شما میرید اینها فقط تلفنی اردر میدن و میرن مستخدمین به هر قیمتی که باشه اون اجناس رو میذارن و پولش رو میگیرن و ناراحت هم نیستن اصلا نمیپرسن که چه قیمتی است چون صحبت از اختلاس های هزار میلیاردی حالا هزار نه که یک هزار چل هزار شنیدیم پنجا هزار میلیارد شنیدیم از این حرف هاست. و مقامات نظام هم میگن بسیار اینا که دارن این دزدی ها رو میکنن خب همین هم هستن که سرکوب میکنن همین هستن هم که آدم میکشن همین هستند هستن که این نظام رو به همین شکل وحشتناک نگه داشتن و همین هستن که هستن یعنی یک بدو بستون بین مسئولین نظام و این گانگسترها و مافیاها به وجود آمده و خب این وضعیتی است اما بعضی وقتها یک سوالاتی مطرح میشه مثل جراحی اقتصادی که آقای رئیس جمهور منتصب گفته که بله ما میخواهیم تصمیم مهمی گرفتیم و میخوایم که یک جراحی اقتصادی بکنیم جراحی اقتصادی به نظر من یعنی اینکه بیان نرخ دلار رو همسانسازی کنن که حرف درستی است چون این که در یک کشور نرخ ارز چند جور باشه خب ضربه های سنگینی به اقتصاد کشور میزنه و از اون طرف راندخاری رو افزایش میده دزدی رو افزایش میشه میده اختلاس رو زیادتر میکنه پیمان های بین ما رو دو چار مشکل میکنه قاچاق آرد و نون و قند و شکر و دارو و اینجور چیزها رو به کشورهای همسایه فراهم میکنه اینها همه درست وقتی شما بیاید ارز به اصطلاح ترجیحی یا اون موقع میگفتن ارز جهانگیری که مربوط به معاون آقای حسن روحانی بود چهار هزار دلاری دویست خب اینها اولا اون کسانی که این ارز رو میگرفتن متأسف مطمئنا به من و شما نمیدادن بازم از جنس همین آقای حسین عبدالباقی ها باید میگرفتن و اینا میبردن سرنوشتش هم معلوم نبود انقدر هم قلل هستن که حتی نمیشه تو اخبار اسمشون اعلام کرد نمیشه در جایی گفت و نمیشه کشش آورد پس بنابراین در حقیقت اینا به این نتیجه رسیدن که اطراف خودشون همین مافیای اطراف خودشون هم دارن به همدیگه درگیر میشن سر این لاف ملا خلاصه سر این پول ارز کردم به یغما گرفته شده از مردم شریف مملکتمون پس بنابراین این حرف درستی است اما اون چی که الان داره اتفاق میفته در حقیقت سلاخی اقتصادی است نه جراحی اقتصادی چرا من میگم سلاخی البته در جاهای دیگه هم مطرح شده جراحی اقتصادی همطور که عرض کردم که بیاد دلار رو یکسان سازی کنید اما قبل از اون تدابیر بسیار زیادی باید پیش بینی بشه از جمله آزادسازی اقتصادی زیر ساخت های اقتصادی تولید محور به قبول قوانین بین و اقتصادی و بانکی از جمله تصویب FTAF که خب میدونید این قوانینی که به اصطلاح برای انتی چیز هست مانی لندرینگ هست خب برای مانی لندرینگ و یا اینجور چیزها رو بایستی امضا بکنید که حالا سه, سه, سال چهار سال هست که در شورای همین مسلحت نظام باقی مونده و تصویب نشد بالاخره هرچی که آقای ظریف و آقای روحانی خواستن در چه خود اونها هم آلوده ی همین مسائل هستن ولی اونها هم میخواستن بالاخره همین جراحی اقتصادی به نوعی انجام بشه نشد یعنی در حقیقت شما باید این کارا رو انجام بدید تا اون زمان بتوانید بگید ما یک اقتصاد روشن داریم اختص... آزادی اقتصادی وجود داره که در مورد هر کدام از اینها میشود شود ساعتها صحبت کرد خب شما در زمانی که 50 تا 60 درصد در بهترین آمار بالاترش میگن 80 تا 90 درصد اقتصاد کشور در دست نهادهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و بیت رهبری است خب دیگه چیزی از این نمونده که این اختلاف اون چی که مونده پس مونده های عوارض این نهاد هاست یعنی دلار اونها میگیرن به اصطلاح سود رو اونها میبرن دلار اونها خارج میکنن های ها رو اونها میسازن و پول حاصل از اون نفع اونها به کشورهای لبنان و عراق و لیبی و لیبی که اونجا باز دارن ولی منظورم به ارزم حضورتون که تا البته اگه بخوام اسم ببرم الجزایر هم شنیدم تا اون ناف آفریقا هم هستن و حالا تمام این کشورهایی که سوریه و عراق و لبنان و اینا رو میبینیم در حقیقت اون باقی مانده اون پول ها هم اونجا فرستاده میشه خب پس بنابراین شما چگونه میخواید جراحی اقتصادی بکنید جراحی اقتصادی یک روشنسازی است اقتصاد آزاد در دست مردم هست استقلال بانک مرکزی است جلوگیری از برشکستگی بانک هاست جلوگیری از راند خاری است مانی لاندرینگ یا جلوگیری از پولشویی است و همچنین قطع کمک ها به یمن و عراق و سوریه و لبنان و حتی تا ارزم حضورتون کشورهای آفریقایی اون موقع هست که شما میتونید جراحی اقتصادی به اصطلاح خودتون که البته کننده کارم شما نیستید به دست توانای یک عده از اقتصاددان ها بدید تا این زیر ها طول میکشه سالها تغییر پیدا بکنه و بعد شما بتوانید اقتصاد آزاد و ایجاد سرمایه بکنید که کشورهای دیگه بانک های بین و مللی در هر کجای دنیا بتونن به ایران بیان و سرمایه گذاریشون تضمین بشه و سر... بتونن در قسمت های مختلف کشور سرمایه گذاری کنن و بدونن طرفشون هم قوانین بین است نه اینکه فلان پاسدار هست که میتونه بره با یه اسلحه رئیس فلان تشکیلاتی که داره حرف زیادی میزنه رو به همون جا بگن یا جاسوس هستی یا باید بری زندان و پنج سال شیش سال ده سال و نهایتا مبادلش بکنن به یک آدم جانی که در کشورهای دیگه رفته ترور کرده حالا یک آدم دیگه که اون هم از بخت برگشتگان هست تبادل زندانی بشه و حاصلش این نظام چند روز دوام بیاره و اینجور, اینجو که نمیشه جرایی اقتصادی کرد این سلاخی اقتصادی است وقتی شما همین آب باریکی که 80 درصد شه راند میخوردن 20 درصدش هم میرسیده به مردم مثلا داروی کمی ارزون تر بوده یا آرد و نان و قند و شکر و روغن و اینا ارزون تر بوده شما با این کار که اینو قطع بکنید از یه طرف درست راندخارا رو قطع میکنید البته این راندخارا از در دیگری خواهند آمد جای دیگه حتما براشون در نظر گرفتید یا کار دیگری بهش میدید چون اقتصاد ناسالم کشور همه جاش اشکال داره و همه جا جای نفوذ این راندخارا وجود داره و اینا همه کسانی هستند که حتی قدرت مرکزی هم نمیتونه جلو اینها بگیره من یادم اون موقع که قطرهای زنجیری اتفاق افتاده بود یک هیئتی رو آقای خاتمی تعیین کردن که بره بررسی کنه که این قطرهای زنجیری ای چی شده کی بوده و برادر آقای خاتمی آقای دکتر خاتمی که نماینده مجلس بود پزشک هم هستن ایشون اعلام کردن ما تا اونجای پیش رفتیم که دیگه بالاتر از اون نمیشد بریم این جواب نتیجه تحقیقات قطرهای زنجیری بود خب پس بنابراین در همه این کارهای دیگه هم همینطوره شما در مسئله ارزهایی که بسیار زیادیش به کشور برنگشته برای ده دوازده نفر که میگن هزاران میلیارد پول بردن و به بانک برنگردوندن میگن ده دوازده نفر هستن این هم همینطوره یعنی شما تا اونجایی میتونید بیرید که بالاتر از اون نمیشه همین حرفی که آقای خاتمی زد البته حالا عرض میکنم راجع به این بس من اقتصاددان نیستم ولی اقتصاددان ها هم اگر بخوان صحبت بکنن مصنوی هفتاد من کاغذ شود اون اسکله های برادران قاچاقچی یادیتونه که آقای احمد نژاد میگفت اون اسکله ها هنوز وجود داره قاچاق بی حد و حساب چه از ایران به اون بیرون چه از بیرون به ایران وجود داره مرزها در اختیار سپاه و همون راندخارانی هستن که همه جا صحبت میشه بنابراین یعنی کار آسانی نیست این جراحی که آقای رئیس جمهور رئیس جمهور منتصب ایران میگن این جراحی نیست این سلاخی مردم بیچاره است که میگن خب حالا چون کفکیر به ته دیک خورده ما همین آب باریک هم که شما دارید رو باید قطع بکنیم و دچار دو دوچار خود نظام میشید و دوچار تغییرات سیاسی نظام میشید مشکلات اخته اونا که تعهد دارن به حماس و به حزب الله و به نمیدونم هشت و شبیه عراق و هوتیای یمن و اینها همه میمونن و نهایتا مشکل پیدا میشه یعنی در حقیقت اون هم باز هم دست تو جیب مردم کردن و تحت عنوان جراحی اقتصادی مردم رو گرسنه تر کردن و فقر و فلاکت رو گسترش خواهند داد یعنی هیچ چاره ای نیست چون همینایی که من به شما برشمردم یک بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی هیچ وقت در نظام جمهوری اسلامی بانک مرکزی استقلال نداشته در حال که برابر قانون بانک مرکزی ایران استقلال داره قوانین بین المللی رو باید رعایت بکنه مانیلاندرینگ رو باید رعایت بکنه از هر کسی به هر بانکی که پول میده و ازش باید زمانت خاص بگیره و خیلی از قوانین دیگه شما توی این بانک های خارج از کشور میبینید همه این چیزها وجود داره خب بانک مرکزی که می نویسن یه یادداشتی به فلان آدم هزار میلیارد بدید میرن می چون میخواد دارم در فلان منطقه فلان بکنه یا به قول اون وزیر خارجه حماس گفت من تو فرودگاه تهران هر چی... که چمدونم جا می گرفت حدود 22 میلیون دلار جا می گرفت پر کردن چهار تا به ما دادن ما رفتیم دیشت از اون دیگه ما جا نداشتیم خب این پول ها خارج از بانک یا از بانک منتقل میشه به دستور منتقل میشه یا به قول آقای ظریف میدان تصمیم میگیره که بانک مرکزی چگونه رفتار بکنه ما اگر اینا همه رو به هم بچسبونیم متوجه میشیم که آقای ظریف گفت اصلا تمام سازمان های کشور رو میدان میگردونه یعنی میدان اولویت داره میدان یعنی سپاه سپاه یعنی عراق یعنی سوریه یعنی حماس یعنی حوتی های یمن سپاه یعنی اینا خب پس بنابراین این مسائل تا حل نشده چه جراحی اقتصادی شما میخواید انجام بدید بانک سرمایه سال هاست ورشکسته شده بانک های دیگه هم شرایط بهتری ندارن خب تمام اینها همش مشکله خود اقتصاد ما تولید محور نیست اقتصاد در دست ادهی محدود هست که هیچ قوانین رو را رایت نمی تکس هم پرداخت نمی کنن. و بیشترین سهمی ارزی را هم دارن و کسی هم جوابگوی برگرداندن این ارزهایی که به اینها داده شده نیست و بعدش هم تازه که اگر در آمدی داشته باشن نصفیش برای همین کشورهایی که ارز کردن فرستاده میشه نصف دیگرش هم برای بچه ها و نوه و نتیجه هاشون در کشورهای مترقی یا در کشورهای دموکراسی های قرب که خوششون نمیاد در اونجا صرف زندگی اشرافی اونها میشه در همین تورنتو ما شما میشناسید خیلی ها رو زیاد به این نیست که اسم ببریم ما هممون میدونیم کیا هستن و میشناسیم چه جور هستن اینها همون پول هاست خب پس بنابراین چگونه میشه یک عمل جراحی اقتصادی کرد عمل جراحی اصلا در اختیار شما نیست کشور در اختیار یه عده است که اصلا شما میگید ما نمیتونیم اسمش رو تو روزنامه بنویسیم به بانک ها نمیتونیم سر بزنیم حسابهاش رو نمیتونیم چک بکنیم تمام این حساب هایی که در بنیاد مستضعفان هست در سازمان فرمان هشت ماده امام هست نمیدونم در بنیاد شهید هست در بنیاد پونزه خورداد هست در بیت هست اینا هیچ حسابرسی نمیشه از طریق دولت حسابدار دارن حسابداری دارن که همطور شفاهی مثلا مقامات خودشون نمیدونم حالا یا رهبر یا دیگران دستور میدن آقا اینقدر بفرستید مثل همون 22 میلیون بدید به آقای قاسم سلیمانی که ببره فلان جا یه خط یه خطی می و میره و نهایت دیگران هم جواب نمیدن حتی اون آدمایی هم که توی این بانک ها کار میکنن وقتی این اختلاس ها رو میبینن اصلا از خودشون هم بعدشون میاد میگن خب چرا خود ما وارد این اختلاس نشیم ما نباید هم تو بشینیم این اختلاس ها رو امضا بکنیم که بنابراین این سیستم نهادینه میشه با فساد برای که خود مردم هم میدونن خب این همه چیز دارن شطور با بار دارن میبرن بنابراین این دزدی ها راندخاری ها اختلاس که انجام میشه اینها هست که جلوگیری میکنه از جراحی اقتصادی که آقای رئیس جمهور نظرشون هست بنابراین من فکر میکنم نتیجه گیریش این است که این یه سلاخی اقتصادی است و مردم وضعشون بدتر خواهد شد و به هیچ جا نخواهند رسید مگر اینکه این مسائلی که عرض کردم که خودش چند سال طول میکشه که تمام این خط و نشان ها اصلاح بشه شفاف سازی بشه بانک ها مستقل بشن قوانین بین در تصویب به دولت برسه FATF امضا بشه به بانک های دنیا اطمینان بدن که میتونن سرمایه گذاری کنن برنامه هسته ای را متوقف کنن برجام رو امضا بکنن و بعدش هم دوباره پرچم آمریکا رو آتیش نزنن دوباره آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و اینکه ما خواهم خب اسرائیل رو از روی زمین برداریم و یا این حرفا رو هم بذارن کنار خب اون موقع تبدیل میشه به یک کشور نرمال و این کشور نرمال مثل سوئد و مثل کره جنوبی و ژاپن و جاهای دیگه میتونن مردمشون در خوشبختی زندگی کنن ولی این حرفایی که من عرض کردم حتی دو سه تا از این هم که من عرض کردم عملا در کشور اجرا نخواهد شد و نمیتونه بشه برای اینکه با, با, چه نیروی نیروها همه آلوده هستند فساد همه جای همه جا رو گرفته دانشگاه ها حتی فارغ تحصیلانی رو که بیرون میده و اون فارغ تحصیلان راندخار هستن و دنبال مدرک هستن و سهمیه ای آمدن سواد درستی هم ندارن تازه اونا هم همشون بهترینشون انتخاب نمیشه میرن کودنترینشون رو انتخاب میکنن و میارن که هیچ اطلاعی از مسائل مملکتی نداشته باشه و نداره و در حقیقت یه نفر یا یک گروه یا یک نهاد دستور میدن که این کارهاشون رو انجام بدن نمونش نمونه این کارها همون مسئله ارزم حضورتون که ویروس کرونا است. که شما دیدید هزاران نفر از مردم شریف ایران جان سپردند به دلیل وابستگی وزارت بهداشت به نهادهای زیربتی رو که عرض کردم عدم استقلال وزارت بهداشت عدم استقلال پزشکی در ایران عدم استقلال سازمانهای نظارتگر تمام اینها باعث شد که در حقیقت واکسن به موقع وارد نشه و هزاران نفر بمیرن البته پول سرشار و زیادی رو از خزانه دولت تحت عنوان تهیه واکسن به شرکت برکت زیر مجموعه نهاد به اصطلاح فرمان هشت ماده امام یا غیرو پرداخت کردن و آخرم به جایی نرسید من گفتن بازم کشش نیاری تو ولی خب قطعا ارتباطاتی بین وزارت بهداشت وزیرش که حالا دیگه نیست بود و همون نهادهایی که ما همه به وضوح میدیدیم و اونا اعلام میکردن که بله واکسن‌های آمریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی یا هر جا به درد نمیخوره ولی واکسن‌های تأیید نشده سازمان بهداشت جهانی از چین و از جاهای دیگه خوبه اونم با تأخیر با سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی منضبط و منطبق بر مسائل روز اجرا شد و حاصلش رو شما دیدید اون یک نمونه بود اگر هر کدام از مسائل مملکت ما رو شما در نظر بگیرید می شود هر کدامش همین حاصل رو داشت نمونش همین فجایه هواپیمایی که زدن هنوز روشن نشده که این هواپیمایی که 176 نفر انسان بیگناه از بین رفتن این که من نبودم اون بوده و اون, اون،, اون کار کرد اینا هم کاری که هر میکنن هنوز گزارشی رو که ایران بر اساس قانون موظف هست که بده نداده هنوز همین طور طولش دادن تا اوضاع به این وضع رفته جلو حالا من واقعا احساس قمنگیزی دارم نسبت به بازماندگان این هواپیمای پی اس 752 اوکراینی که حاصلش بالاخره ماسمالی شده و تا الان و ایش دولتی هم چه دولت کانادا چه دولت های دیگه اینها هم کاری نکردن چون اینها هم بدانید وقتی که جمهوری اسلامی تصمیم به این گونه کار میکنه تنها این نیست که تو رادیوشون اعلام میکنن اینها نایاک،, نایاک, سازمان نایاک رو را میره می لابیگری میکنه افرادی که در دانشگاه های مختلف جا دادن از طریق پول هایی که پرداخت میشه برای اتاق ایران یا مثلا کرس کورس ایرانشناسی که میدونید این کورس ایرانشناسی رو باید پول بدن یعنی خود دانشگاه پول نمیده خود دانشگاه مثلا میگه اگر ده میلیون دلار هست پنج میلیون شیش میلیون شما بدید ما چند میلیون هم دانشگاه کمک میکنه برای وجود کورس بنابراین اینها هم از همون مهرهای خودشون اونجا گماشته میشن و اینها اصلا ریسرچ های تقلبی تحقیقات تقلبی که نتیجه این بوده این بوده به کمک این نوع چیزا میاد اون تصمیم های سیاسی که در تهران گرفته شده و خلاصه از هر جایی یک کسی سر در میاره و البته در میاره که دستش تو جیب مردم هست همان از همون پول های به یغما گرفته شده به اینها هم میدن بنابراین یک تشکیلات بین رسوخ داده شده در دانشگاه ها و در نیویورک و واشنگتن و اروپا یا همین تورنتو اینها به حرکت در میان هر کسی یه چیزی میگه مسئله رو به اصطلاح تمامش میکنن الان هم مسئله این برجام که دیدید که آقا میکنیم یا انجام نمیدیم بعد گفتن که آقای ظریف کارا رو انجام بده بعد آقای روحانی گفت که من میتونم یک ساعته این کار رو انجام بدن گفتن آقا مخالف نیست امضا میکنیم گفتن نمیکنیم و بعدم رسید به جایی که روسیه باید اجازه بده تا اینا بتونن توافقای بین رو انجام بدن و بعدم الان میبینید که تمام این فرستنده های دنیا دارن بررسی میکنن که آقا چی شد و من مطمئنم که حتی اگر این برجام هم امضا بشه در سایه همون جراحی اقتصادی که آقای رئیس جمهور ایران میگه باز هم عملی نیست چون برجام علت به هم خوردنش این نبود که یک رئیس جمهوری مثل آقای دونالد ترامپ اینو به هم زد علت به هم خوردنش این بود که از آقای بایدن و آقای اوباما فکر میکردن که امضای این موافقتنامه سراغاز موافقت های فرجام دو و سه و چار و اینها در زمینه موشک های بالستیک در زمینه دخالت های بی ثبات کننده منطقه ایران در مقابل در مسائل بین المللی حقوق زنان حقوق بشر خیلی از مسائل دیگر هم حل خواهد شد و نهایتا ارتباط آمریکا هم خوب میشه اینکه آقای دونالد ترامپ گفت روح این برنامه انجام نشده یعنی همین یعنی اون پولا رو ما فرستادیم ولی آثارش که بایستی به اصطلاح این دشمنی جمهوری اسلامی این کارهای تروریستی ایران در جاهای مختلف دخالتهای بی ثبات کننده اینها پایان بیابد اینها پایان نیامد بنابراین در حقیقت این نتیجه ای نداشت برای آمریکا جز اینکه اینها حق نداشتن هیچ تحریمی راجع به حقوق بشر بکنن هیچ تحریمی نمیدونم راجع به کار تروریستی ایران بکنن هیچ کدام از اینها نمیشد برای که این برجام مخالف هر گونه تحریم بود امضا که شده بود پس گفتن خب ما اینو نمیخوایم ما نمیتونیم دست بسته بشیم به خاطر یک چیزی که نتیجه نداشته و هنوز هم کشورهای منطقه بی هستند و این کار پیش میره حالا دیگه امیدوارم حالا خبرهایی که میرسه این است که ظاهرا برجام امضا شده یا توافق شده در چه می کنم که اصلا این سیستم هیچ رسانه ای در ایران آزاد نیست هیچ رسانه اگر کسی هم بگه فلان یه نفر نمیدونم خبرنگار شجاع یا هر چیزی گفته اینها نیست اگرم بگه دستگیرش میکنن بعدش هم خود اینها نه تنها خودشون خانواده هاشون رو تحت فشار قرار میدن بنابراین از ایران چیزی حاصل نمیشه مگر باز ما یه اطلاعاتی از خارجی ها بگیریم مثل همین برنامه ترور آقای سیاد خدایی که خب در قلب تهران در خیابان مجاهدین اسلامی کشته شده ترور شده به وسیله پنج گلوله و هیچ کس اطلاع نمیده جز اسرائیل اسرائیل روزنامه هاش نوشتن که بله این دو تا موتورسیکلت سوار بودن تعدادشون اینجور بود و بعدم به راحتی رفتن در اونجا و این آقا هم کسی بوده که تمام آدم هایی که در خارج از کشور میرفتن برای ترور رو انتخاب میکرده آموزش میداده و میفرستاده پس بنابراین میبینید این هم خبرها از خارج باز میاد برای که در ایران هیچ خبری از هیچ گوشه بیرون درست نخواهد آمد ما به پایان برنامه می رسیم با تشکر و سپاسگزاری از شما بینندگان گرامی و همچنین با تشکر از جناب فرزاد که برنامه رو اداره کردن و مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا تا هفته دیگر خدا نگهدار چشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد وانچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی